موسا جان بفهمید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و جلسه دیگری از جلسات هفتگی کارآفرینی فناوران انجمن تخصص فناوران در خدمتتون هستیم. جناب مهندس امانی و من موسی علی خانی با افتخار در خدمتتونیم. امیدواریم که مثل هفته‌های گذشته با مبحثی که امروز راجبش صحبت میکنیم، اونم بیزنس های آنلاین هستش، اون ترند های مارکت و اتفاقاتی که حالا هم با اقسامش بیزنس هایی که در واقع دیولوب میشه روش رو میخوایم یک مختصری در حد یک جلسه امروز با هم مرور بکنیم. در خدمت هست. بسیار خوب، من هم سلام و عرض ادب کنم خدمت همه دوستان، انشالله که جلسه خوبی باشه. موسا جان خیلی ممنون، مرسی از شما. حالا این امروز هم که کلی گشتیم و مطالب که فکرشو میکردیم جالب تر باشه رو جمع کردیم. من با اجازه دیگه مستقیم میرم روی خود پاورپوینت که دیگه روی اون با هم دیگه صحبت بکنیم. بسیار خب، عرضم خدمتو که این جلسه چهارم هفتمه و در مورد راه اندازی آنلاین بیزنس بخوایم صحبت بکنیم. آنلاین بیزنس به ذات انقدر مبحثش بزرگه که اگر شاید هزار قسمت هم بذاریم نمیتونیم کامل کاورش بکنیم. ماجرا اینه که ما سعی میکنیم سرتیترها و موضوعات مهم و در حقیقت دغدغه‌هایی که شما باید به عنوان مدیر عامل یا یک کارآفرین در ذهنتون داشته باشید رو فقط منشن بکنیم، به عنوان یک ریسک هایی که باید آیدنتیفای بشه تو ذهنتون و کلیر بشه، اینها رو براتون در مورد صحبت میکنیم و انشالله که جلسه خوبی باشه. این برنامه هم که همونجوری که میدونید کاری از تیم فناورانه و فناوران به عنوان یک not for profit organization، مهمترین هدفش کمک کردن به کامیونیتی ایرانیه که بتونه توی کانادا سربلند و موفق بشه. حالا ما هم اگر که توی این قسمت بتونیم سهمی داشته باشیم به هر نحوی باعث افتخار و دلگرمی ماست. موسا جان که خودش رو معرفی کردم، منم که معرف حضورتون هستم، محمد امانی در خدمتتون هستم که انشالله این جلسه رو با هم دیگه پیش میبریم. بسیار خوب، موسا جان بفرمایید. منم خب، ما امروز میخواییم راجع به در واقع بیزنس های آنلاین صحبت بکنیم. حالا بیزنس آنلاین اولین شرطی که برای خودمون میذاریم اون بیزنسی هست، کسب و کاری هست که تمام این اتفاق در واقع دلیوری سرویس، فروش و در واقع ثبت سفارش و اینها داره آنلاین مدیریت میشه. شما دیگه مثلا داره مغازه و یه لوکیشن فیزیکی که مشتریان باش در ارتباطن نیستین، اون چیزی همه ارتباط شما با مشتریانتون آنلاین داره اتفاق میفته. حالا به عبارتی ما شاید بتونیم بگیم مثلا خود فناوران یک بیزنس آنلاین، درسته؟ یعنی ما اینو بگیریم کیس استادی که خود فناوران با عنوان یک مؤسسه آموزشی، یک مؤسسه آموزشی آنلاین هست، یک بیزنس آنلاین هستش. چرا؟ چون تمام این اتفاق، تمام این بازاریابی، نمیدونم تارگت کردن مخاطبین و مشتریان بالقوه داره روی اینترنت اتفاق میفته، فروش همه داره آنلاین اتفاق میفته، خود سرویس هم آنلاین اصلا پروواید میشه. و میخوام حالا این رو به عنوان یک کیس بگیریم که تفاوتش چی هست حالا و چه فرقی میکند یک بیزنس آنلاین با بیزنس های دیگه. این آنلاین که میگیم یعنی روی اینترنت دیگه، حالا آنلاینش نمیدونم چقدر فرق میکنه این کلمه آنلاین با مثلا روی اینترنت چه فرقی میکنه. من شخصا میپرسم. نه فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. خواک توی این داستان پس اولین قسمت کاری که باید بکنیم اینه که بیایم اصلا تفاوت ترادیشنال بیزنس و آنلاین بیزنس رو بتونیم در حقیقت معرفی بکنیم. به ذات تعریف در حقیقت این شکلی هستش که میگه ترادیشنال بیزنس از طریق لوکیشن های فیزیکال اپریت میشه، از طریق استورها، آفیس ها، فکتوری ها، ویرهاوس ها همونجور که دارید میبینید و
اصل کارشون روی فیس تو فیس اینتراکشنه، این که با مخاطبشون روبرو میشن فیس تو فیس. این داستان ترادیشناله. سیستم آنلاین و ای بیزنس داره میگه که همه چیزش آنلاینه، از طریق وبسایت، سوشال مدیا و دیجیتال پلتفرم. تو بعضی دوستان خیلی مثلا میگم آقا مثلا ما سوشال مدیای فقط فکر میکنن تو این قالب در حقیقت اون چهار تا عکسی که آدم میذاره و اینجور چیزا، فقط توی اون نیست. خب خیلی واقعا تمام بیزنسشون از طریق همین سیستم های آنلاین جلو میره. حالا یه چیز جالب من داشتم اون روز یه سمیناری رو توی ایران نگاه میکردم، جالب بود. حالا دقیقش رو خاطرم نیست، ولی داشتن راجب این حرف زدن که خود کشور ایران یکی از کشورهای بسیار پیشرو توی آنلاین بیزنسه. یعنی ما الان توی ایران نزدیک 60% میگفتن کل ترانزکشن های مالی که بانک ها رجیستر میکنن در واقع آنلاین بیزنس ها، که خیلی حجم بالایی. خیلی جالب. اونم با اون وضع اینترنت همه شون گم که اینقدر خوب پیش رفتن. عالی. خیلی نیروی جوان و دقیقاً اون دهه 60 و دهه 70 قشنگ افتادن تو این سیستم آنلاین رو یاد گرفتن. حالا من خودم هنوزم بازم یه مقداری بازم خیلی پیشرو ام دیگه. حالا شما همین رو می‌خوام بگم، حالا شما خرید همه چیز تو ایران آنلاین شده، حتی خورده چیزها. یعنی شما مثلا کلی فروشگاه مثلا مواد غذایی مثلا عسل طرف داره، حتی کشاورزی هم دیگه آنلاین شاپ داره الان. خب و این خیلی جالبه که ما توی فرهنگی که الان که ایران داریم زندگی میکنیم، خیلی این فرهنگ الان آنلاین خرید کردن داره جا میفته. جالبیش اینه که توی کانادا هم یکی از اون کشورهاییه که خیلی خرید آنلاین در واقع طرفدار داره، به خاطر وسعت خاکیش و در واقع محدود بودن دسترسی به اجناس توی لوکیشن های فیزیکی. اکثریت مردم عادت کردن به اینکه اگر چیز خوب میخوان، جنس خاصی میخوان، همه رو آنلاین اوردر بدن. آره، من خودم که بیشتر چیزام آنلاین اوردر میدم و طرفداران پرپاقرص آمازونم. بسیار خوب. پس اولین قسمتش رو موسا جا میخواید شما ببرید جلو. بنفیت های این آنلاین بیزنس چقدر زیاد بوده، چه چیزهایی بوده که حتی به قول شما یک کشاورز توی ایران یا توی کانادا حاضر میشه بیزنس و کسب و کارش رو بیاره به سمت آنلاین؟ موضوع دسترسی هست به بازار فروش و مخاطب. در واقع الان اجاره کردن یه مغازه تو این زمانه، شما داری ریلای میکنی، یعنی در واقع حساب میکنی روی ترافیک، فوت ترافیک اون مغازه، یا ترافیک آبرین و رهگذران. در واقع اگر بخوای روی تبلیغات و اینها حساب بکنی، که بازم میخوای آنلاین تبلیغ بکنی که مردم رو بیاری در مغازه فیزیکی، در نتیجه اصلا یه نکته ای که الان خب واقعا اگر آدم بتونه ذهنش رو ببره به اون سمت، خیلی 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 میتونه با امکانات کمتری حتی دسترسی بیشتری برای خودش ایجاد بکنه، این هستش که بره به سمت آنلاین فکر کردن. در واقع حالا هم فروش هم به اصطلاح دلیوری هستش، حالا تو مدل‌های مختلف، بیزنس‌های مختلف میشه صحبت کرد. ولی اولین بنفیت در واقع آنلاین بیزنس ها اسکیلبیلیتیه، یعنی شما میتونید سایز سازمان رو خیلی راحت افزایش بدید. نیازتون به فضای فیزیکی، ریسورس فیزیکی خیلی وابسته نیست. در واقع قدیما که با فرانچایز میکردی و یه نفر پیدا میکردی و یه استور میگرفتی و میگفتی حالا بیاد شبیه مال من بکنه و چه قراردادهای عجیب و غریبی، الان راحت میتونید این داستان رو اسکیل بکنید. دقیقاً. حالا در واقع پس یه نکته دیگه ای که شما توی بحث آنلاین دارین همیشه اون ریچتون یا دسترسیتون هست به مخاطبین، که اون در واقع توی فضای آنلاین شما به خیلی از مخاطبین اصلا دسترسی دارید که در حالت عادی ندارید. درسته. نکته بعدی آنلاین بیزنس ها اینه که خب زمانی میتونن همینجوری اپریشنال باشن و کار بکنن و 24 ساعت روز دارن جنس میفروشن و
در واقع برای شما کسب درآمد میکنن. از اون طرف هم هزینه های در واقع اپریشنشون معمولا پایین تره و کلن در واقع بیزنس های محسوب میشن که با سرمایه گذاری خیلی کمتر میتونن توانایی بازدهی بالاتر دارن. ولی نکتهش اینجاست که الان فضای بیزنس آنلاین هم به دلیل همین که همه میتونن به همه مخاطبین دسترسی داشته باشن، رقابت توش خیلی بالاست. یعنی شما توی فضای آنلاین در واقع موفقیتتون برمیگرده به یک اصل خیلی کلیدی، اونم پیدا کردن یه نیش پروفیتبل، یعنی یک بخشی، یک جزئی از بازار خیلی خاص که نیاز خاصی داره و شما در واقع اون رو دارین تامین میکنید. برای همین هستش که مثلا دارم میگم الان مثلا تو فضای آنلاین بیزنس ها شما نگاه میکنی میبینی مثلا کلن ساستینبل یا ارگانیک مثلا پرودیوس ها مثلا خیلی ترندینگ هن. خب چون اینا محصولاتی هن که خراب میشن، از بین میرن، دیستریبیوشن. تو مواد غذایی ارگانیک رو دارید میفهمید؟ بله بله، تو مغازه ها و اینا فروششون انقدر در واقع وسیع نیست. الان مثلا در واقع اونایی که محصولات خاص میخوان، مثلا اونی که میخواد همیشه گوشت ارگانیک بخره مثلا دارم میگم، دیگه پا نمیشه هر روز بره مثلا هول فود یا هر جای دیگه. اصلا خیلی ارزونتر الان انقدر آپشنای آنلاین هست با مدلای مختلف، حتی سابسکریپشن که مثلا شما پول میدی هر ماه برات مثلا یک جعبه آماده از مثلا کاتای مختلف گوشت ارگانیک رو برات داره میفرست. اینا نیشن دیگه توی بازار در موقع درست میشن. این کلمات نیش و اینجور چیزا رو من به نظرم حتما باید یه ذره مثلا دیفاینش میکنه یه ذره مشخصه در موردش بگو. وقتی میگه نیش در واقع NICHE در واقع به بخشی از بازار، یک جزی از بازار گفته میشه که دارای نیاز و سلیقه یا پروفایل خیلی خاصی هستند. خب یعنی یک مثل شاخه های درخت باید دید، یک شاخه رو پیدا میکنی با اینکه کوچیکه و تعداد مخاطبینش شاید خیلی زیاد نباشه، ولی چون شما داری به اون نیاز در واقع جواب میدی میتونی تو بازار موفق باشی. خب این داستان موسی جان، من حال میخواستم در مورد این داستان 24/7 خیلی یه ذره امفسایز بکنم، یه ذره زیادی زود ازش گذشتی. این داستان فروش آنلاین یه خوبی که داره، من با خیلی دوستانی که مثلا با آمازون کار میکنن، با جای مختلف کار میکنن، بهترین و جذابترینش اینه که میگه که ما هر موقع صبح خواب بلند میشیم با لذت بلند میشیم، چون وقتی بلند میشیم میبینیم خب مثلا شب تا صبح کلی هم فروختیم، با اینکه اصلا کسی نبوده، مغازه‌ای نبوده، باز نبوده، چیز نبوده، ولی داشتن فروش میکردن و این خیلی چیز جالبیه که میشه تمام مدت زمان بفروشی. من اینم حس خوبیه دیگه. خب حالا بریم تو قسمت چالنجاش. به حال چالنج هم زیاد داره. چالنج اولیش همونیه که گفتم، چون بازار برای همه دست در دست رسه خیلی رقابت زیاده. یکیش میشه رقابت. بله، یعنی توی داستان آنلاین بیزنس به نظر من اون ایده خیلی مهم میشه، چون دقیقا ایده جاییه که شما میتونی استند اوت بکنی و دیده بشی توی این رقابت سنگی. یه بخش دیگه ای از مسئله اینه که خب آنلاین بیزنس وارد شدن، یعنی وارد دنیای فنی شدن، کد و وبسایت و نمیدونم اپ و سکیوریتی و سکیوریتی شدن و اینا رو هم خب آدم باید قطعا هی سعی کنه سوادشو بیشتر بکنه. به هر حال هر کسی که یه بیزنس آنلاین رو اداره میکنه باید یه بیسیک هم از این مسائل سر در بیاره و بفهمه که داره در واقع چی و چجوری اداره میکنه. برای همین خب به هر حال اون یه بخش لازمی هست که به نظر من هر کسی اگر میخواد وارد این دنیای آنلاین بیزنس بشه باید سعی بکنه که خودش رو ادوکیت بکنه و راجع به اون مسائل هم اطلاعات کسب بکنه. یه بخش دیگه باز من فکر کنم شما هم اینو مثلا حالا زیاد شنیدیم،
ما خیلی ها رو دیدیم که بیزنس های آنلاین دارن و مسئله عمده شون اینه که با آدم ها در ارتباط نیستن. این هم یک مسئله ایه که خب به هر حال توی این زمینه زیاد ما میشنویم که بعد یه مدت اوایل همه خوشحالن که خودشون هم یه لپتاپ، ولی بعدن مسئله های بعدیش اینه که خب حالا ما الان مثلا هیچ اینتراکشنی با آدم ها نداریم با دنیای بیرون. این هم هست. امروز اتفاقا خیلی جالب بود. امروز من داشتم توی به یه واسطه ای داشتم یه پلامر رو دعوت کردم که گفتم بیان لطفا زحمت بکشن یکی کارهای خونه منو انجام بدن. بعد ایشون قشنگ منو میشناخت. من گفتم که چه حیف که من آدم انسان نازنین مثل تو رو اینقدر دیر شناختم. بعد اونم داشت میگفت ما آنلاین همیشه شما رو میبینیم، ولی خب حالا دیگه این دنیای آنلاینه که ما اون سمت رو نمیبینیم، اصلا اون سمت رو اون آدمایی که اصلا پشت اون ور قضیه هستن و آره دیگه متاسفانه افتخار آشنایی و به حال اینتراکشن باشون نداره. بحث چهارمی بحث شیپینگ و لاجستیک. بله، حالا هر بیزینس آنلاینی کلی هم بحث در واقع پست کردن و ارسال محموله و این داستان ها رو داره. اینا حجم بزرگی از کار محسوب میشه مدیریتش. خود مدیریت سپلای چین و اون تامین کننده های اجناس و سفارش دادن و گمرک و نمیدونم کامپلاینس مثلا اداره بهداشت و نمیدونم اداره غذای کانادا و همه این داستان ها، اینا هم خب بالاخره بخشی از کاره. عملا شما توی آنلاین بیزینس خب اون وجه آنلاینش که سر جاشه، یه بخش در واقع اوورهد و منیجمنت هستش که خب اونا هم باید به هر حال مثل هر بیزنس دیگه شما در واقع اونها رو مدیریت بکنید. یه بحث دیگه توی کار آنلاین بحث پیمنت ها و ریفاند و ریترن و این داستان هاست که چلنج و مسئله است برای خیلی از بیزنس ها. در این حال هم خیلی از همین موضوع استفاده میکنن با پالیسی های ریترن و ریفاند خوب باز سعی میکنن که مشتری بیشتری جذب کنن و راحت تر بفروشن. توی فروش آنلاین هم خیلی این قضیه جدیه و جواب میده. یعنی شما اکثر خریداران خیلی دوست دارن خیالشون راحت باشه که اگر مثلا خوششون نیومد بتونن پس بدن. بنابراین حالا آمازون نمیدونم اتفاقا توی حالا کانادا خیلی باب شده تازگی. آمازون وقتی که جنس ها رو پس میدن اکثرنشون رو در حقیقت توی قالب انبارهایی ندید میفروشه، هر چی که توش هستش رو مثلا بارش رو میفروشه. یه سری دوستانی که خیلی هم جالب بودن یه ایده جالبی آوردن به نام کریزی بین. کریزیش البته با کیه، کریزی فکر میکنم با زدم از کریزی بین. اینا حالا دوستان اگه دوست داشتن سرچ بکنن، یه ایده ای گذاشتن رفتن اون متریالایی که آمازون قدیم میریختشون دور، چون وقتی باز میشن آنپک میشن دیگه هر وقت خیلیشون غیر قابل استفاده. اینا کل بار رو میخرن و دوباره میارن توی یه سری نقاطی توی سطح تورنتو که بود، حالا من تو ونکوور رو نمیدونم چون تازه اومدم، ولی تو تورنتو چندین جای مختلف بود که میومدن اینا که آنپک شده. خیلی وقتا یه جنس 300 400 دلاری میتونه 10 دلار بشه و اینم خیلی با جالب بود. بله، ولی خب به هر حال توی بیزنس های آنلاین بحث ریفاند و ریترن بحث جدیه، چون بخشی از بیزنس مدل آنلاین محسوب میشه. یعنی شما وقتی وارد بیزنس فضای بیزنس آنلاین میشین، اکثر فروشگاه ها فروشنده ها در واقع با شرط مرجویی دارن در واقع میفروشن و این خیلی مهم هستش. بله، یه بخش هم بحث فراد و اسکمه که حالا چون باز اینم خیلی زیاد پیش میاد توی پیمنت های آنلاین و اینها، خیلی وقتا پیش میاد که مثلا با کارت های تقلبی خرید میکنن یا در واقع بعدن مثلا خریدار رو مثلا چه میدونم مثلا کلیم میکنن به عنوان فراد. اینا هم یه بخشیه که خب فروشنده باش همیشه درگیرن دیگه، یعنی یه بخشی از فروششون همیشه درگیر این در واقع مسائل پیمنت و اینا هست. ولی معمولا این بخش مثلا خیلی بزرگی از حجم فروششون نیست، در حد همون مثلا
2-3% که معمولا اتفاق میفته خیلی هم حالا چیز مهمی نیست، ولی خب درد سرهای مدیریتش همیشه هست. تو بیزنسی که این پرسن هست، شما تو مغازه فروشگاه میان خرید میکنن، خیلی از این درد سرها ندارید که آنلاین دارین. در واقع همین یکی همین که حالا بعد از کووید مخصوصا هزینه تبلیغات به شدت زیاد شده و الان خرج تبلیغات آنلاین خیلی خیلی بالاتر از 2-3 سال قبل هست. این هم خب شده در واقع داستان هزینه های بسیار زیادی که دیگه هر بیزنس آنلاینی مجبور هست در واقع هزینه بکنه برای بازاریابی محصولاتش و دسترسی به مخاطب. آره واقعا این قسمت سنگینه و خیلی هم تخصصی و پیچیده شده. یعنی قدیمتر خیلی ساده تر بود، میرفتی چند تا کیبوردی که فکر میکردی مردم سرچ بکنن میزن، الان خیلی اصلا آنالیزش خیلی سخت شده و اگر که زیادی درست باشم دیل نکنی به راحتی پولتون تو گوگل و فیسبوک و این حرفا واقعا نابود میشه. من که کلی پول تو این قسمت ها از دست دادم، زخم خورده گوگل هستم، ولی خب اینه بسیار خوب. بفهمید حالا ما توی بحث آنلاین بیزینس انواع و اقسام بیزینس ها رو میتونیم بسازیم. یه سری بیزینس ها سرویس بیس هست، به طور مثال خود فناور خب یه خدماتی رو درست کرده که این خدمت چیه؟ آموزش. پکیج های آموزشی درست کرده و داره این آموزش رو در واقع میفروشه، بازاریابی میکنه و میفروشه. حالا انواع و اقسام سرویس های دیگه هم هستش آنلاین. خود مثلا مارکتینگ سرویس، دیجیتال مارکتینگ ها، خیلی از ایجنسی ها همه اینا دارن سرویس های آنلاین میفروشن به دیگران. جالبه توی پوینتاش میگه که quicker to build ولی harder to scale. یعنی راسته میگه، این فناوران رو وقتی میخواستیم، یعنی هی میخواییم بزرگترش بکنیم واقعا سختره. یعنی این سرویسش رو بزرگ کردن و کل کانادا رو بخواییم کاور بکنیم برامون خیلی سخت بود. تو استان با استان بتوین تبلیغات استانی، هر کدوم استان ها، استان بریتیش کولومبیا جدا، کبک جدا، نواسکوشیا جدا، و واقعا هزینه هاش هم خیلی سرسام‌آور بود. این قسمتش واقعا سخت. بله دقیقا. حالا یه بیزنس های آنلاینی هستن اصلا کانتنت بیس هستن. این بیزنس های کانتنت بیس مثلا مثل چی؟ مثل این هایی که مجلات آنلاین. آره مجلات آنلاین هستن. خب یعنی بحث محتوا مثلا دارن مخاطب رو جذب میکنن، یا مثلا کانال های آنلاین یوتیوب، اینا همه کانتنت بیس هستن. اصلا بیزنس های اینفلوئنسر ها همه کانتنت بیس، یعنی تمام این شاخه های اینستاگرام و نمیدونم اینا همه بیزنسشون کانتنت بیسه. بر اساس کانتنتی که تولید میکنن یه سری مخاطب جذب میکنن و اون مخاطب رو مانیتایز میکنن. به راجبش بیشتر صحبت. یه سری بیزنس ها اصلا سافتوره، یعنی ما بهش میگیم ساس، سافتور از سرویس، که قدیم سافتور رو روی سی دی میفروختن، الان شما دارین ده ها سافتور رو توی سایت های مختلف به صورت وب سرویس یا اپ رو گوشه های موبایلتون استفاده میکنید. خب تمام اینها سافتور از سرویس هست، یعنی مدلی از بیزنس که اکثرشون بر اساس مدل سابسکریپشن ماهیانه هستن. مثلا همین زومی که الان داریم استفاده میکنیم، مثلا همین زوم مثلا ساس، دقیقا یه سافتور رو درست کرده به عنوان سرویس داره ماهیانه بابتش پول میگیره. این یک زمینه بیزنسی هستش که مسئلهش اینه که اون نالج بریرش بالاست، یعنی اولش باید شما دانش زیادی داشته باشید تا بخواید وارد در واقع بیزنس سافتور بشید و اپلیکیشن بشید. ولی نکتهش اینه که یکی از بالاترین آروایا رو داره، یعنی حتی در فروش بیزنس هم خاطرتون باشه رفتیم توی دایرکتوریا نگاه میکردیم، اصلا مالتیپلیکیشن بیزنس های ساس، یعنی اون ضریبی که برای ارزش گذاریشون و قیمت گذاریشون در واقع استفاده میشه
چند برابر فیلدهای دیگه است توی بیزنس. دلیلش در واقع این راحتی لو مینتیننس بودنش، راحتی در واقع اسکیل کردن و افزایش درآمدش هستش و کلن یکی از وقتی هم درستش میکنن میذارنش دیگه بعدش کار خاصی نمیکنن. مثلا تو سیستم سرویس بیس باید مدام معلم باشه، حاضر باشه، همیشه هی باید یه نمیشه همینجوری که نوشته گفته نمیتونی رفتار پسیو داشته باشی، ولی این میتونی یه چیزو بذاری و بفروشی همین شکلی. الان اون کسی که زومو درست کرده که الان شاید اصلا روی کشتی داره برای خودش لذتشو میبره، ولی داره همینجوری پول در میاره. دقیقا. حالا تو بیزینس سافتور بحث سر دیولوپمنت دیگه، چون تو میخوای هی فیچر اضافه کنی، باگا رو برطرف کنی، هی اکسپریانس یوزر رو بهتر بکنی. معمولا شرکت های نرم افزاری و ساس مثلا مثل فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، همه اینا جلو چشامونه، اینا قول های در این اینداستری هستن. میبینین که دارن همش هی فیچر اضافه میکنن، هی دیولوب میکنن خودشونو که بالاخره توی رقابت کم نیم. یه فضای دیگه تو آنلاین بیزنس هم بحث ای کامرس و اصلا فروشگاه های آنلاین که اونم خیلی فضای بسیار با پتانسیل زیادیه. یعنی واقعا شما به انواع و اقسام امروز میتونید همین فروشگاه آنلاین وا کنید و شروع کنید به پول در آوردن. بحث سر اینه که چه بفروشید معمولا. حالا اونم امروز خود بیشتر راجعش صحبت کنیم. این ای کامرس خیلی جالبه، در موردش خودش نوشته که کامپتیشن خیلی بالایی داره و مارجین سودش پایینه، پس یعنی تو تعداد بالا منطقی میشه که دقیقا بیزنس خوبی میشه. بله بفهمید. میخواد در مورد همین ای کامرس صحبت بکنی؟ آره، میخواستیم همین ای کامرس رو به عنوان یه زمینه‌ای که واقعا شاید بیس هست تو آنلاین بیزنس، یکی از زمینه‌هایی که خیلی راحت میشه روش برنامه ریزی کرد و فکر کرد، فروش جنس آنلاین هستش. من حتی حالا راجع به ای کامرس میخوام بگم مثلا حتی فروش خدمات آنلاین هم ای کامرس هستش در واقع. خب شما داری مثلا یه فروشگاهی داری، من یه آقایی رو میشناختم تورنتو، ایشون اومده بود مثلا کارش چی بود؟ میگه آقا ما تو ایران، من الکتروموتور مثلا خراب میشد میبردم تعمیر میکردم، اینجا همچه آپشنی وجود نداشت، همه میندازن دور یا مثلا فلان. خب اینا هم خیلیشون خیلی از این الکتروموتورها خیلی قیمت دارن در واقع. اومده بودن یه آنلاین بیزنس رو انداخته بودن که این الکتروموتورهایی که سوختن رو مثلا میخریدن و تعمیر میکردن. یه آنلاین، همش آنلاین بود در واقع، از همه جای آمریکا این الکتروموتورها رو پست میکردن میفرستادن. تورنتو بود یا آمریکا بود؟ توی تورنتو بود. تو کانادا هست. ولی مثلا این، مثلا اگر این بیزنس رو آنلاین درست نمیکرد، میرفت یه مغازه میگرفت که نمیتونست این کار رو بکنه، کسی پیداش نمیکرد. آره، کسی پیداش نمیکرد که در واقع همه بیس این بیزنس آنلاین بود. یعنی همش با SEO، سرچ انجین اپتیمایزیشن، نمیدونم اینا، اومده بود یه کاری کرده بود که این سایت این آقا رو، این خدماتش رو پیدا بکنه که آقا من الکتروموتور صنعتی تعمیر میکنم مثلا، و همین یه بیزینس بسیار بسیار بزرگی شده بود. حالا من میخوام بگم تو این زمینه ها ما خیلی وقتا اون نیشه، همین باز برمیگردیم به اون نیشه، یه چیزی پیدا میکنیم و اگر همونجا اطراف خودمون رو ببینیم مشتری نداره، ولی اگر همونو ببریم آنلاین و درست معرفی و بازاریابیش بکنیم، بازار شما دنیاست. در مورد ای کامرس هم، ای کامرس حالا همین مثل همین مثالی که زدم، انواع و اقسام مدل داره. شما میتونی بری سایت ای کامرس بزنی به بیزینس های دیگه خدمات یا کالا بفروشی، خب، یا اینکه در واقع به مصرف کننده ها کالا و خدمات بفروشی. بحث سر اینه که
انواع و اقسامی از ما داریم آنلاین، مثلا یه سری ما داریم کانسیومر تو کانسیومر مارکت پلیس هست، مثل مثلا فیسبوک یه پلتفرمی درست کرده فیسبوک مارکت پلیس، یا مثلا کی جی جی یا کریگز لیست که کانسیومر تو کانسیومر دارن به همچی جنس رد و بدل میکنن و میفروشن. آره خیلی هم اتفاقا جالبه. آره کیجیجی و فیسبوک و این حرفا من خودم که شخصا خیلی استفاده میکنم. الان همین آنلاین که داریم راجع به صحبت میکنیم، جالبه بگم محمد جان، یکی از ترندایی که خیلی پروموت شد آقای گریوی، شما هم میشناسید، یکی از اینفلوئنسرهای دنیای با در واقع کارآفرینی هستن. ایشون اومده بود یه بیزینس، میگه آقا ما باید به جوونا کارآفرینی یاد بدیم، جوونها هم که پول ندارن خب که بیان مثلا بیزینس عجیب غریب را بندازن. یه بیزینس این آقا ایدهشو درست کرده بود که آی تینیجرها رو راه انداخته بود برن گاراژ سیلای مردم، برن گاراژ سیلا اسباب بازیای قدیمیشون رو بخرن. گاراژ سیل مثلا اسباب بازی قدیمی رو گذاشته $1، $2، $5 داره میفروشه و اینها رو بیان توی یه آنلاین شاپ یا روی ای بی بذارن و آنلاین بفروشن. اصلا یه بیزینس درست کرده بود که بریم از گاراژ سیل نمیدونم اسباب بازی. من خودم قبل از آقای گریوی این کارو کرده بودم خودم. واقعا من تو خود هالیفاکس سال 2015 خیلی کامپیوترهای سوخته مردم رو میگرفتم، قطعاتش رو جابجا میکردم، از توش مثلا هر دو تا ست کامپیوتر یه کامپیوتر خوب در میومد، ویندوز بریز و نمیدونم ورد و اکسل و این حرفا براش هم میفروختم، رو همین کیجیجی هم میفروختم. اتفاقا خیلی چیز جالبی بود و خیلی تجربه خوبی بود، چون باید با کانادایی ها میومدن، حالا مثلا تو هالیفکس اکثرا هم سفیدن، خیلی هم کامیونیکیشن خیلی جالبی بود و خیلی تجربه پلزنتی بود، سودش هم خیلی خوب، خدایی سودش خیلی خوب. اینکه آقای گریبی هم گفته ما واقعا مارجین سود اون که به یه چیز دستوان بخرید مارکتش کنی و بفروشیش واقعا خوبه. فقط اینم دوباره من موافقم با شما، این نیش مارکت و اون آیدیایی که دقیقا چی کار بکنیم. حالا اون گفته اسباب بازی، من رفتم رو کامپیوتر دست دوم، یکی دیگه میره روی یه چیز دیگه، هر کسی اون ایده خیلی به نظر من مهمه. بله. حالا اسباب بازی ها رو به این عنوان که اینا وینتیج هن دیگه، یعنی مثلا خیلی ها یه بازاری داره که خیلی ها اینا رو کالکت میکنن، مجموع قدیمی هاشو. آره. مثلا خاطره داره نمیدونم فلان، این میگفت بریم مثلا از خونه با بزرگ ما بزرگا اون اسباب بازی قدیمی، عروسک های قدیمی، نمیدونم باربی دارن، نمیدونم هات ویلز مثلا، هات رادز مثلا، ماشین دارن، اینا رو بگیریم، یا استار وارز مثلا نمیدونم چیزی دارن، بیاریم بذاریم ای بی به چندین برابر قیمت. خیلی خیلی وقتا اینها مثلا آیتم هایی هستند که چند صد دلار قیمت دارن روی مارکت پلیس. حالا میخوام بگم، حالا به هر حال وارد این حاشیه شدیم به این جهت که میخوام بگم انواع و اقسام وجود داره و شما تو این فضای آنلاین یه نکته‌ای که هست اینه که حتی همون کی جی جی و کریگز لیست هم بازار شما، اگه یه کاتگوری پیدا کنید که آقا همیشه آدم‌ها میان دنبال یه چیز خاص اینجا میگردن و من اون یه چیز خاص رو همیشه دارم اونجا و میفروشم، این میشه یه بیزینس خودش. همین مثلا پلامرا، برقکارا، خیلی هاشون همشون مخصوصا خود کانادایی ها تو کیجیجی و اینا دنبالش میگردن، یه سری طرف میره تو اونجا میزنه پلامر کی هستش، سری به طرف گوشی و برمیداره زنگ میزنه پیداش میکنه. این دقیقا درسته، یعنی بعضی ها سرویس هستن میفروشن. بسیار خوب. حالا یه چیزم بگم، اینم فکر کنم خالی از لطف نباشه، سال 2018 ما یک رباتی رو برای شرکت جینیوس کم خریدیم به نام کازمو. این شرکت ورشکست شد و ما اون موقع که می‌خریدیم فکر کنم دروبر $350 می‌خریدیم و بعد از اینکه ورشکست شد و دیگه تولیداتش محدود شد، تمام این دقیقا ربات هایی که ما داشتیم
قیمتشون تا $1,200 هم بالا رفت و خیلی جالب بود. ما بعد از 3 سال استفاده کردنش تو مدارس زیر دست بچه ها در بردیم، دست دومش رو بردیم تو ای بی فروختیم و خیلی این هم خیلی چیز جالبی بود. البته برای ما شانسی اتفاق افتاد خدایش، ولی اینم بعضیا بودن که من دیدم قشنگ مثل که بازار رو تحلیل کرده بودن و این کارو کرده بودن. مثلا به طور مثال میگم، من حالا مثلا چون دیدم خیلی ها روی آنلاین مثلا توی بیزینس کفش بودن، اسنیکر هستن اصلا، یعنی شاید شما باور نکنید ولی خیلی از آدم ها توی دنیا تو بازارهای آنلاینی دارن کار میکنن که خیلی نیش محسوب میشن. مثلا بازار کفش ورزشی، خب کفش های ورزشی لیمیتد ادیشن همش هم آنلاینه، همش توی فروشگاه های آنلاینه. یه عده میرن اینا رو میخرن، نگه میدارن، میارن اونجا دوباره میذارن به چند برابر قیمت برای فروش. یعنی اصلا میخوام بگم این دنیای آنلاین رو اگر ما واردش بشیم و بگردیم انقدر امکانات جالبی میبینیم. مثلا همین یکیش بحث دراپ شیپینگ توی ای کامرس، که آقا شما حتی اگه میخوای بری فروشگاه آنلاین بزنی جنسی بفروشی، لازم نیست اصلا جنسی داشته باشی یا بری اون جنس رو بخری. خب یکی از مدل هایی که خیلی از کسانی که توی بحث آنلاین بیزنس و ای کامرس کار میکنن بحث دراپ شیپینگ. دراپ شیپینگ یعنی چی؟ میاد میگه که آقا شما جنس دست شما نیست، مال شما نیست، جنس مال یکی دیگه است، تو انبار یکی دیگه است، یه جای دیگه است اصلا. شما ولی میای آنلاین اون جنس رو تبلیغ میکنی و آنلاین در واقع امکانی رو فراهم میکنی که بتونی اون جنس رو بفروشی. مثل اینه که لوازم آرایشی میفروشن دیگه، معمولا یه برندی یه جایی هست، یه محصولی داره، حالا با توجه به اینفلوئنسی که توی سوشال مدیا پیدا میکنن این حرفا، میان مثلا اونو مارکتش میکنن و میفروشن، یه درصدی هم ازش میگیرن. حالا این بحث مثلا چیزای خاص هم میشه، مثلا مبلمان، نمیدونم اصلا تو همه چیز هست. یه سری دایرکتوری دراپ شیپینگ وجود داره که تمام ساپلایرهای دراپ شیپینگ که در واقع قبول میکنن از شما سفارش رو، که از طرف شما سفارش رو بفرستن برای مشتری شما. پس دراپ شیپینگ چیه؟ دراپ شیپینگ کار کردن با عرضه کننده محصولی است که اون رو احتیاج نیست شما از قبل بخرید، اون از طرف شما سفارش مشتری شما رو میگیره و از طرف شما برای اونها میفرسته. شما این بس واسطه گریه دیگه، درسته؟ دقیقاً. تو والمارت و خیلی از اینجور جا، یعنی شرکت های بزرگ اصلا خودشون یه آپشنی دارن که بتونید به عنوان دقیقا همکار باهاشون این کار رو انجام بدید. همه جا بله، در واقع خیلی جا آپشن. حالا آپشن دراپ شیپینگ ما داریم، بزن اسلاید بعدی بزن، که تو این مدلش در واقع تو این مدل شما فقط یک سفارش رو ثبت میشه پیش شما، دریافت میکنید، پول رو دریافت میکنید و به صورت اتوماتیک شما کاری انجام نمیدید، اتوماتیک خود سیستم سایتتون اینا اون سفارش رو، حالا یه دستی هم میشه ولی اکثرا اتوماتیک این سفارش رو میفرستن برای اون فروشنده و اون فروشنده جنس رو از طرف شما میفرسته برای مشتری شما. یعنی مشتری این وسط نمیفهمه که مثلا جنس مال شما بود یا نبوده، اون جنس رو از یه جای دیگه دریافت میکنه. خیلی ها حالا چرا این سود داره؟ خیلی ها میان میرن جنس های گرون رو پیدا میکنن تو آمریکا و کانادا، میرن ساپلایر دراپ شیپرش رو پیدا میکنن تو چین. مثلا این خیلی بابه، مثلا میاد یه جنس مثلا 100 150 دلاری رو پیدا میکنه توی اروپا و آمریکا، میره یه ساپلایر مثلا 20 دلاری پیدا میکنه تو چین، هی از این ور اوردر میگیره، هی میفرسته برامون که اون پست کنه، مثلا آخرش براش در میاد دونه 30 دلار، خودش فروخته 150 دلار. مثلا یه همچین مدلی، یعنی میرن یک جنسی رو پیدا میکنن که میتونن با مارجین زیاد بفروشن، سود بالایی داره براشون.
دیگه لازم هم نیست اینجوری اوردر بذارم اون جنس رو از قبل بخرم. یه بخش دیگه حالا این دراپ شیپینگ استلان، یه بخش دیگه بهش میگن افیلیت مارکتینگ، که افیلیت مارکتینگ فرقش اینه که شما در واقع اصلا دیگه فروش رو انجام نمیدی، فقط داری یک جنسی رو تبلیغ میکنی که یه عده میبینن، حالا اگه دوست داشتن خودشون میرن میخرن، ولی اگر خریدند اون وقت اون در واقع برند یا اون فروشنده به شما یه کمیسیونی میده. الان مثلا خود آمازون به تازگی افیلیت پروگرامش رو راه انداخته. شما پس اونی که من داشتم میگفتم، من داشتم اشتباه میگفتم، والمارت هم همین شکلی افیلیت مارکتینگ، یه پرسنتیجی رو خیلی کم ولی به شما میده. من حالا این چیکار میکنن؟ مثلا افیلیت مارکتینگ اکثرش اینطوریه که مثلا توی بحث کانتنت مارکتینگ میره، یعنی شما جایی هستی که کانتنت داری در یه زمینه، مخاطب داری، خب راجبه یه موضوعی تو کلی مخاطب داری. خب مثلا اگر تو برفرض فیتنس کوچی مربی بدنسازی هستی، خب اگه همش بیای راجبه یه برند پروتئین نمیدونم فلان اینا بگی، لینکش هم بذاری اونجا، بگی آقا هر کی خواست اینجا کلیک کنیم بریم بخریم، خب شاید مثلا هزاران اوردر از طرف شما بره اونجا، شما مثلا 15% فروش رو میگیر. و خیلی از اینفلوئنسرها در واقع از همین افیلیت مارکتینگ مدل استفاده میکنن. یه بخش دیگه میگم بحث پروموشن هر محصول، حالا یا محصول یا خدمات هست، که شما در واقع یه امکانی داری که یه جنسی رو بازاریابی کنی به یه تعداد زیادی. و ولی یه سوالی، مثلا من نگاه میکنم میبینم یه محصولی، مثلا یه تولید کننده دوچرخه، اون محصولی که داره درستش میکنه، سبک کانتنتی که درست میکنه، سبکی که ادورتایز میکنه، به نظرم خیلی اترکتیو نمیاد. و من فکر میکنم که من میتونم خیلی بهتر از اون رو تبلیغش کنم. آیا اینم جزء همون میشه که من برم باهاش بگم آقا من مثلا کانتنت درست خوب درست میکنم؟ اون یا باید بشی افیلیت مارکتر که داری میای تبلیغشو میکنی و لینک میدی به اون، یا دراپ شیپینگ. بهترش دراپ شیپینگه که بری بگی آقا من به تو اوردر بدم، تو میفرستی بر مشتری مثلا. که مثلا یا اینکه اصلا وایت لیبل کنی، یا موقع هست یه جنسی رو پیدا میکنی میگه آقا اینا بلد نیستن اینو بفروشن، اینو حاضری به اسم من بزنی، بهش میگم وایت لیبل، یعنی برند خودش رو ور میداره به برند شما این رو تولید میکنه، اسم شما رو بزنه بش. و فرقش اینه که تو حالت دراپ شیپینگ شما نباید پول بدی اون جنس رو از قبل بخری، تو حالت وایت لیبل داری به اسم خودت میزنی و از قبل هم پول دادی خرید. این تفاوت عمدهش در واقع. ولی خب مثلا میگم هم دراپ شیپینگ هم وایت لیبل اونجا میتونه خیلی خوب جواب بده. درسته. یه چیزی که خیلی ترند هست میخواستم امروز راجع به صحبت کنم، اصلا بیزینس مدل. میبینید راجع به این دیفرنشیشن، متفاوت بودن توی کامپتیشن و اینا ما حرف میزنیم، یکی از چیزایی که خیلی الان ترندینگ هستش و خیلی ها دارن باهاش در واقع بیزنس های جدید میسازن، بحث سابسکریپشن یا مشترک شدن هستش. یعنی جنس هایی که دائما مصرف دارن و در واقع مردم به جایی که این هر بار بیان خودشون بخرن مشترک میشن. حتی این گزینه رو الان آمازون هم اضافه کرده. خیلی از جنس های مصرفی رو وقتی میخری میتونی بگی آقا هر ماه اینو برای من بفرست مثلا. مثل قدیم که روزنامه میآوردن مشترک میشدیم میآوردن دم خونتون، حالا این یه جوره دقیقا شیر مثلا من یادم مثلا آره. چیزا مثلا اشتراکی بود، این جواب بود. بسیار خوب. حالا این سابسکریپشن مدل پوینتش چیه؟
تو هر بیزینسی برای شما یک درآمد تقریبا ثابت ایجاد میکنه، یعنی به جای اینکه هی بالا و پایین بشه بیزینست، ندونی تکلیف بیزینست چیه، معمولا اینجوری میشه که خیلی میتونی پیش بینی کنی حجم فروش رو و اون در واقع سایز بیزینست خیلی استیبل تر هستش. حالا این سرویس ها، آیا سرویس ها میتونن مثلا تو این قسمت سابسکریپشن مثلا کار بکنن؟ مثلا من چمن زنی دارم، برم به همه اون دور اطراف محلم بگم که آقا من میام واسه تو این سابسکریپشن بهم بدید مثلا 90 روز تابستون واسه تو میام چمنا رو میزنم. بله دیگه، الان خیلی این کارو میکنم برای استخر و چمن و اینا دیگه، ماهیانه، یعنی هر بار نمیاد میگه آقا من مثلا یه اشتراک 3 ماهه داریم مثلا 300. بله اصلا دقیقا همینه. بعد از اون ور مشتری چی گیرش میاد؟ مشتری معمولا برای چی میره سابسکریپشن میگیره؟ برای ایکی اینکه کانوینیس، راحتی خودش، هی دائم هی فکرشو نکنه دیگه، دائم هی درد سرشو نداشته باشه. یه بخش دیگهش اینه که معمولا شما وقتی سابسکرایب میشی ارزون تره اون چیزی که داری میخری، وقتی دائم داری میخری ازش. ولی خب حالا از اون طرف هم وقتی روی سابسکریپشنی دائم باید به مشتری خدمات بدی، فشار روی بیزینس زیاده برای اینکه بتونه مشتری ها راضی نگه داره، چون مشتری به راحتی برد میشه، حوصله‌اش سر میره، یا مثلا دائم با تو در تماسه میتونه خیلی راحت ناراضی بشه. اینا به هر حال یک بیزینس مدل جدید هست. ما مثلا توی یه تجربه همینجوری خانوادگی، خود برادر من و همسرشون چند سال پیش همین قصد این رو کردن که یه بیزنس جدیدی رو شروع کنن و حالا توی یه متد و مثلا سیستمی تا به این برسن که ایده چی هست و میخوان بیان وارد بیزنس گل و گلارایی و اینها بشن. اونجا یه تصمیم کلیدی که گرفتیم این بود که این مدل بیزنس رو از مدلی که همه گل فروشی هستن به سابسکریپشن بیس تغییر بدیم، یعنی فقط با اشتراک به مردم گل بفروشیم، اونهایی که دائم گل احتیاج دارن، حالا چه برای خونش مثلا هر هفته گل میخواد، یا برای مطبش مثلا دکتره یا وکیله یا بیزینسه، برای لابی، برای نمیدونم، یعنی یک جایی که اینا هر هفته یا هر دو هفته یا هر ماه به هر حال احتیاج دارن. این چه خاصیتی داشته؟ این که یه استابیلیتی ایجاد کرده، همیشه معلومه تعداد اوردرا، تعداد مشتریا، اون جنسی که میخری دیگه لازمی کلی گل بخری تو مغازه نگهداری که آیا بفروشم نفروشم بریزم دور، قشنگ به تعداد همه چی خریده میشه و آماده میشه. از اون طرف هم درآمد بیزنس درآمد ثابتی هستش که همیشه حالا تدریجی داره، قابلیت پیش بینی داره. این تیغم که همیشه مثاله، این چند بار خواستم دوباره هم بگم دیگه که این دالر شیف کلاب هم یه مثال همین سابسکریپشن مدل هست برای تیغ ریشتراش و شیف کریم و اینا، که در واقع با قیمت خیلی ارزونتر شروع کرد اشتراک گرفتن برای ارسال تیغ به صورت ماهیانه، تعداد مشترکینش انقدر زیاد شد که در واقع رقیب بزرگش خود شرکت یونیلیور 1 میلیارد دلار این برند رو ازشون خرید به خاطر سهمی که تو بازار داشت. اینم که راجع به بلومیر، همین در واقع بیزنسی که با اشتراک سبد گل در واقع رو انداخته که ونکوور و داره این خیلی. حالا من میخواستم حالا یه چیزی هم بگم، خدایی شما سلیقت خیلی سلیقه یونیک و خوبیه. حالا این بیزنس رو اگه کسی مثلا نمیگفتش که یه ایرانی اصلا این وب پیج و این صفحات و این حرفا رو دیزاین کرده، آدم متوجه نمیشد. یعنی سلیقه این، حالا میدونم به حال شما سال هاست که با شرکت های اینترنشنال کار میکنید، من بچه های ایران که مثلا گرافیک دیزاین و این حرفا اصلا سلیقه هاشون یه جور دیگه است، سلیقه فرهنگ دیگه. من باز همین
ببینید این بحث فرهنگ و مخاطبه. خب یعنی حتی طراحی گلی که داره اینجا اتفاق میفته اصلا به سلیقه ما ایرانی ها و اینها نیست، همه سلیقه مخاطبه. یعنی تو باید نگاه بکنی ببینی آقا مثلا دارم میگم توی بیزینس بلومیه نگاه بکنید ببینید اونجا اولین چیزی که اون بالا نوشته لینک چیه، سستینبیلیتی. تمام برندینگ بلومیر روی یه ولیو سستینبیلیتیه. مثلا ما هیچ جور پروداکتی که ویست بشه یا ریسایکلبل نباشه، مثلا پلاستیک، اینا اصلا استفاده نمی کنیم توی این داستان. این برند میدونی این برند یه کرکتر داره، یه سری ولیو داره، بزرگترینش سستینبیلیتیه. اصلا ما چرا سابسکریپشن میگیریم؟ به خاطر اینکه we don't waste product، نمیایم استاک کنیم هی بعد بریزیم دور، به شما چند برابر قیمت بدیم. خب چرا؟ چون کلی گلامون حیف میشه و بریزیم دور، همش پولش از شما میگیریم. برای دیگه هزینه های سرباره بیشتر این ویرهاوس ها همین شکلیه، یعنی که جنسشو خیلی ارزونه ولی هزینه های سنگین انبارداری و نگه داشتن و ویستی که دارن خب متاسفانه رو دوش کلاینت هم میفته. حالا توی این سابسکریپشن خیلی برند ها هستن، خیلی چیزها رو میتونید برید نگاه بکنید، تو انواع و اقسام اجناس اومدن این نوآوری رو به خرج دادن. مثلا شما الان میتونید برید اشتراک بگیرید، هر ماه براتون یه پکیج لباس یا هر سه ماه مثلا براتون پیرن شلوار. من اگه نونوایی داشتم میدونی موسا چی کار میکردم؟ هر روز صبح یه دونه نون سنگک چیز میگرفتم، سابسکریپشن میگرفتم میوردم تحویل میدادم. به خدا خیلی جواب میداد. یعنی همه مثلا مخصوصا خانواده که دو نفر سه نفر هستن دیگه صبح صبحونه میخورن، نمیدونم معمولا یه نون سنگکی نون بربری چیزی تازه میده. ایران که حتما جواب میده. یعنی من به نظر من ایران، آره 100%. تو ایران اگه البته چون محله ها نونوایا هستن احتمالاً زنگ میزنن میارن براشون. ولی مثلا این سرویس نون داغ اول صبح، مثلا تو فکر کن نون داغ دلیور کنی در خونه ونی که پشتشم یه دونه چیز داشته باشی، مثلا قشنگ استوریج خوب داشته باشی بتونی. آره اینا این جور چیزا خیلی سابسکریپشن. سابسکریپشن یعنی مثلا سابسکریپشن میتونه مثلا سابسکریپشن مثلا پتوی باشه. مثلا من یادمه یه برند خیلی بزرگی این بود که هر ماه ما برای شما برای گربه یا سگتون اسباب بازی میفرستیم. آها چون برد میشن هم میگیره ازشون، آره دوباره یه ما بهش میده دوباره میگیره. آره مثلا نمیدونم براتون، مثلا من پسر خود من یه دونه پسر کوچیکترم یه دونه سابسکریپشن باکس داره که هر ماه از یکی از کشورهای دنیا رندوم براش یه باکس، یه جعبه پر از تنقلات اون کشور میفرستن، که یه ما از ژاپن، یه ما از نمیدونم فلان. خب تحله حوله تنقلات، مثلا چیزایی که تنقلات، آره مثلا خاص اون کشوره، دیده هر کشوری مثلا طعمه چه میدونم خاص شکلات و نمیدونم آب نبات و تو من پفک این مدلی، مثلا این خودش یه بیزینسه. یکی اومده جالبه. مثلا لوازم آرایش مثلا با اصلا برین شما سابسکریپشن باکس رو بزنید رو اینترنت ببینید، کلی میتونید دیده پیدا کنید که برید آقا من میتونم هر ماه مثلا یه جعبه توش یه سری چیزایی رو که یا برای آدم ها جالبه یا لازم دارن. مثلا سابسکریپشن باکس واین خیلی طرفدار داره تو اینجا که هر ماه مثلا براشون چند تا شیشه باتل واین بفرستن، مثلا خیلی ها دارن اینا، خیلی مشتری داره این. یا مثلا ساپلامنت و ویتامین یا نمیدونم قهوه و چایی. من خودم یکی از دوستانم یه بیزنس خیلی بزرگ سابسکریپشن کافی داره، یعنی مثلا فکر کنم مثلا 50,000 تا سابسکرایبر دارن، هر ماه از یه جای یک گوشه دنیا یه مدل یه سری قهوه یه سری نمونه میذاره تو جعبه برای ملت میفرسته. چرا ملت اینو میخوان؟ چون اهل قهوه هن. دوست دارن چیزای متفاوت امتحان کنن. این میشه همون نیش مارکته. آفرین. یعنی بر اساس یه اینترست
بسه یه اینترست تو میای در واقع یه نیشی رو پیدا میکنی و میگی آقا اینا مثلا خوره فلان چیزن، مثلا عاشق قهوهن، عاشق شکلاتن، عاشق نمیدونم هر چیزی، در واقع میتونی این سابسکریپشن باکس رو اینجوری شکل. من خودم یه زمانی یه سابسکریپشن باکس داشتم، لباس آفیس رسمی کار هر سه ماه برای من یه جعبه مثلا شلوار سایزم مثلا دو سه تا پیرن نمیدونم مثلا کروات، آها مدل به مدل شیک به شیک میپوشیدی یا آخر سر چیزش آره. یعنی به جایی که من برم خرید مثلا اونجا من گفتم آقا استایل من اینه، خودش مثلا هر سه ماه یه جعبه لباس میفرسته. اوکی جالب بوده. این بیزینس ها الان خیلی پرطرفدار شدن، یعنی میخوام بگم اگه دوستان دارن به فکر اینن که چه جوری پول در بیارین، خود این یه داستانیه که میتونن واردش بشن. یه بخش دیگه کانتنت کریئیشنه که اینم اونجایی که خیلی توش دارن خوب کار میکنن و واقعا پولهای عجیبی در میارن یوتیوب، چون یوتیوب برای هر میلیون ویدیو شما بسته به تارگت کانتریتون 2,000 to $5,000 به شما پول میده. یعنی اگه مثلا توی زمینه هایی داری ویدیو تولید میکنی که تبلیغات توش گرونه، به شما پول بیشتری میده. خب ولی جالبه که مثلا این رایان روی یوتیوب که کانالیه که یه بچه هست که اسباب بازی ها رو ریویو میکنه، خب میرن اسباب بازی ها رو میخرن میدن دستش، یه پدر مادری اینا رو میاد با اینا بازی میکنه و ریویو میکنه و اینا. درآمدش پارسال تو استاتیستیک گفتن از یوتیوب $26 million بود. یعنی این بچه یه لشکر دکتر مهندس رو میتونه استخدام کنه. یعنی میخوام بگم این قدرت محتواست. یعنی الان دیگه اون درآمد رو شبکه تلویزیونی ندارن، خود آدم ها دارن. مثلا خیلی از آدم ها هستن دارن واقعا جدی مثلا هی محتوا تولید میکنن برای نیش خاصی. حالا اکثر اینایی که درآمدشون زیاده البته انترتینمنت هستن واقعا، ولی به هر حال کانالای یوتیوب خیلی زیادن، مطمئنم خود شما هم مصرف کننده خیلیشون هستید. یه بخش دیگه هم که باز میتونن دوستان بهش فکر کنن کلن دیجیتال پروداکت و دیجیتال ایژوکیشن کلن، مثلا این سایت هایی که در واقع شما میتونید اون چیزی که بلدید مثلا محتوا بسازید و به اشتراک بذارید و ازشون درآمد داشته باشید. مثلا خود سایت یودمی اگه برید کلی دورهای مختلف هست و به تعدادهای عجیب و غریب، یعنی مثلا شما اگر بریم توی یودمی یه لحظه ببخشید من شاید اگر ممکنه یه لحظه من میتونم این یودمی رو یودمی که اصلا بی نظیر کار کرد واقعا، تحول عجیبی تو ایژوکیشن شده. دقیقاً یه لحظه بدیم. من میخواستم این رو خدمت دوستان نشون بدم، فقط این قدرت این داستان رو ببینید. مثلا یه نفر اومده یه کورس پایتون درست کرده، 100 روز اومده 100 تا درس کدینگ پایتون درست کرده. خب قیمتش چقدر هست ببینید؟ $129. فقط تعداد ریویو های این کورس رو ببینید، 237,000 نفر بهش 4.7 ریویو دادن. یعنی شما خودتون یه ضرب و تقسیم بکنید ببینید چقدر ریونیو یه کورس جنریت کرده. مثلا ماشین لرنینگ نمیدونم اینا، حالا همه مثلا توی پروگرامینگ من میام میگم مثلا من میخوام دراینگ نقاشی، حالا اصلا اونو میگیم تکنیکاله، اومده دوره دراینگ درست کرده، Ultimate Drawing Course Beginner to Advance، 119,000 نفر فقط ریویو کردن.
ریویو کردن، یعنی میلیون ها نفر خریدن که اون 3000 نفر میلیون ها هم نخریده باشن، یعنی من میخوام بگم آه ببینید تعدادش رو ببینید، 500,000 استیودنت. آره 500,000 تا استیودنت رفتن که 3000 تاشون ریویو نه. 500,000 استیودنت. شما اصلا شما ببینید این دنیای این که یعنی شما میتونی بیا اینجا کورس درست کنی و تمام زندگیت همین کورسی باشه که روی یودمی داری. چرا؟ چون که اینجا یه مارکت پلیسه، آدم ها میان دنبال یاد گرفتنن. یعنی شما مثلا اگر بیای توی یودمی میای میگه آقا من مثلا چی میخوام یاد بگیرم، مثلا دیزاین یا نمیدونم بیایم توی کتگوری مثلا حتی چه میدونم لایف استایل، فوتوگرافی، هلت اند فیتنس، مثلا همه شما چی داره. آره چی... یعنی شما فکر کن مثلا آره. موزیک. خب آقا من میخوام خواننده، سینگینگ مثال. خب شما میای وارد میشی همین کورسای کوچیک، نگاه کنید کورس $300 برای خوانندگی رو گذاشته 38,000 استیودنت داره. یعنی شما یه دقیقه به این فکر بکنید که یه کورس اومده گذاشته توی یه وبسایت و از همین یه کورس حالا بگیم اینو مثلا 10 میلیون دلاره، 10 میلیون دلار ترنوورش. بله. البته نمیدونم چقدر خود چیز میگیره، ولی بگیم اگه 50%، من فکر نمیکنم بیشتر از 50% باشه، ولی حالا به خدا میارزه یه کورس 5 میلیون دلار درس بدی 5 میلیون دلار گیرت بیادش، خب عالیه دیگه. چی من همینو میخوام بگم دیگه، میگم پس کورس ساختن روی مارکت پلیس ها الان خودش شده یه ترند. یعنی خیلی از آدم ها گفتن آقا اصلا ما چرا بریم بیزینس درست کنیم وقتی من میتونم برم الان کورس درست کنم بذارم روی یه چیزی به یه کسی پلیس. یاد بدم روی یه مارکت پلیس میتونم بفروشم. منم تو فکر افتادم که دیگه برم جدید فکر بکنم ببینم چی میکنم. برگردیم به واقعا جالبه. خب آخه من خودم انقدر ایده دارم، دوست دارم برم یه همچی کار میبنم. دقیقاً الان ما هم برای دوستان برای همین گفتیم اگه شما در واقع دانش و سوادی دارید، اسکیلی دارید، یه بخشش هم اینه، میتونید به اینم فکر بکنید که آقا من یه چیزی میتونم آموزش بدم به دیگران آنلاین. دقیقاً من یه چیزی حالا پس این وسط بگم دوستان عزیز، حالا کسانی که دارید هم ویدیوها رو ما میبینید از طریق یوتیوب، همینم که دقیقه از طریق زوم حالا تو جلسه هستید، من و به همراه آقای علی خانی خیلی مشتاقیم که در مورد بیزنس های شما هم بدونیم، و اگر که به حال گرهی توی کار هستش، مشکلی هست، مخصوصا بیشتر تو من میدونم تو قسمت ایده پردازی و ایده داشتن مشکل داری. به همین علاوه و این کامیونیتی ایرانی داره از این رنج میبره و به خاطر همینه بیشتر کسانی که میان توی کانادا و میخوان بیزنس را بندازن میرن سراغ کانستراکشن، تو چون تنها چیزی که بلدی، یعنی بقیهش رو ایده خاصی ندارید و اکثرا توش مهارتی هم ندارید. من بازم میگم توی زمینه ایده پردازی بسیار میتونید رو کمک ما کار بکنید و این قضیه هم فور فریه، چیز خاصی نیستش، میاد با هم دیگه در حقیقت گپ و گفت بکنیم تا کمکتون بکنیم به ایده های دیگه ای فکر بکنیم. یعنی مخصوصا اون جایی من تاکید میکنم که ما ایده ای رو پیدا بکنیم که اصلا با شخصیت شما، با علاقه های شما سازگاره. ما همیشه رو این تاکید کردیم که تو راه اندازی بیزینس برین سراغ اون چیزی که خیلی خودتون رو سر ذوق میاره و براش انرژی دارید. اگر همچین چیزی آدم پیدا بکنه که چه بهتر. آره شاله. خب آقا من میخواستم در مورد این قسمت آنلاین بیزنس یه سری موضوعاتی رو بگم. در مورد آنلاین بیزنس یه خوبی که داره که من حالا با عنوان یه کسی که الان آنلاین بیزنس دارم و دوست داشتم تجربیات خودم رو خدمتتون عرض بکنم، اینه که آنلاین بیزنس ایندیکیتورها و شاخصه های بسیار راحتی برای ارزش گذاری رو خود بیزنس و برای ترک کردن کاراتون دارید. اینکه شما مثلا محیط کاری مثلا یه کارخونه رو بخواید کنترل بکنید، خودتون میدونید دیتا گرفته از قسمت‌های مختلف چقدر گرفتین، چقدر واسه اون درآمده، چقدر طول کشیده و بقیه مسائل،
همشون میشن به عنوان عامل هایی که بدونید اصلا بیزنس شما چقدر داره سود در میاره، روند بیزنستون چجوری هست و بقیه چیزا. خوبیه داستان آنلاین این هستش که شما به حال مسیرهای فروشتون در حقیقت اون تراکینگ ریکورد هایی که شما میتونید در بیارید به شدت راحته. مثلا توی خود مثلا حالا بیزنس مثلا جینیوس کم الان یکی از بیزنس های من داره در مورد در حقیقت مثلا یه ریپورتی هستش که الان دارید میبینید، مثلا همونجوری که میبینید یه سری شاخصه هایی به اون داده که ما میدونیم اگر روی فلان قسمت کار بکنیم اولا نتیجهش چی میشه، به خاطر این خیلی حساب و کتاب داره. اینو محاسبتون میگم خیلی حساب و کتاب داره. مثلا نگاه بکنید این حالا شرکت زومی، حالا اتفاقا امروز داشتم با این مسعود خان یوسف نژاد که حالا مجله فناوری دارن توی ایران داشتم صحبت می‌کردم، یکی از واقعا بهترین کارآفرینایی هستش که من دیدم تو ایران، چندین تا بیزنس هم دارن. نگاه بکنید وقتی میخواد برید یه بیزنسی رو بسنجید اتفاقا خیلی جالب، مثلا من خیلی وقتا آدمایی اومدن پیشم موسی، خیلی جالبه آدمایی اومدن که اولش با یه توپ پر که آی ما چنین بیزنس داریم و چنین و چنان، من همونجا معمولا سری توی اس ام راش میذارم ببینم بیزنسش چجوریه. خیلی وقتا مثلا ارگانیک سرچش در حد صفره، یعنی آلما صفره، یعنی اون طرف با یه ولی یه جوری میخواد خودشو میجر بکنه که آی من بیزنسم خیلی بزرگه، ولی وقتی که با همچه ایندیکیتوره راحت میتونید مشخص بکنید که ولیو اون بیزنس واقعا چقدره. حالا نگاه بکنید تو این شرکت زومی از دامن آتوریتیش و میزان بکلینک هاش و میزان ارگانیک ترافیک سرچ، نگاه کنید حالا این ارگانیک ترافیک سرچش، حالا اینم که مال این نرم افزار سی ام راش داره نشون میده، داره نشون میده که ابعاد و اندازه این بیزنس چقدر، تو کدوم قسمت ها باید کار بکنه، نتیجه اون سرچ انجین اپتیمایزیشن ها، اون بلاک هایی که نوشتن، اون کانتنتی که تولید کردن آخر سره به چی تبدیل شده. این رو من میخواستم خیلی برای تو تاکید بکنم، بیزنس آنلاین به شدت راحته. اولا شاید یه سری محیطایی داشته باشید که شاید براتون سخت باشه باهاش در حقیقت کنار بیایید، ولی بدونید که واقعا آخرش خیلی کانوینینته، خیلی راحت تر از اینه که بخواید یه مغازه بگیرید. هزینه های سربار سنگین توی لیزهای 5 ساله و 10 ساله وارد بشید و بقیه کاستاش که خودتون میدونید، آنلاین بیزنس یاد گیریش به نظر من حتما ولیو خیلی خوبی واسه تو میاره. حالا چون این خود جلسه‌مون هم اصلا در مورد این بودش که چجوری استارت بکنیم یه دونه آنلاین بیزنس رو، ما توی 10 تا قسمت دونه دونه گفتیم آقا قدم به قدم اول باید چیکار کنیم. اولین و مهمترین قدم که سخت‌ترین قدم هم هست، همیشه میگم first step is the hardest to make، سخت‌ترین کار این قدم اولش که اون دقیقا یا علی رو بگید و برید جلو. این داستانش معمولا خیلی سخته، ولی تو این داستان معمولا ایده جنریشنه. وقتی شما همت کنید و بگید که آقا من میخوام بیام تو این بیزنس، دیگه دنبال ایده میگردید، ایده رو بتونی جنریت کنی. و یادتون باشه این ایده و اون یونیک سلینگ پوینت، اون شاخصه اصلی که روی اون ایدهاتون سوار میشه تا محصولتون قابلیت فروش داشته باشه، بسیار مهم. مثلا نگاه بکنید، من خودم شخصا دارم میگم ایده خودم، من وقتی که اومدم توی کانادا نگاه کردم توی بازار مهندسی، بازار فنی مهندسی هیچ کامیونیتی ایرانی وجود نداره که آموزش بده، یعنی شرکت هایی بودن، کامیونیتی هایی بودن، not for profit organization هایی بودن، هیچ آموزشی وجود نداشت که قدم به قدم من مهندس رو برسونه به اون نقطه‌ای که باید برسم، من تکنسین رو برسونه به اون نقطه‌ای که باید برسم، من آرکیتکت رو برسونه به اون نقطه‌ای که باید برسم. خب تو ایران که خیلی بود، یعنی یادتون باشه شرکت های آموزشی فت و فراوون بود، اینجا نبود. من نگاه کردم دیدم یه گپ وجود داره تو این قسمت. ایرانی هم که اکثرا وارد خاک کانادا میشن، من بهتون میگم قریبه به 80% بکگراندشون فنی مهندسیه، فنی مهندسی. پس من دیدم تارگت مناسبیه تو اون قسمت، اومدم سرمایه گذاری کردم، ایده رو جنریت کردم. و بازم اینو بهتون میگم دوستان، نترسید از این که اشتباه بکنید. من فناوران موفق شده، شما دارید میبینیدش. 20 تا ایده های دیگه داشتم که ناموفق شده.
اون یکیش شما نمیبینی. اون قسمت هایی که من شکست خوردم، تلاش کردم، کلی انرژی گذاشتم با همین آقای علی خانی و خیلی کارهای دیگه که کردیم که شکست خورده، اشکالی نداره، درس ازش یاد گرفتیم، تو جای دیگه استفاده کردیم. اینجوری نیستش که با یه بار تلاش کردید بعد دیگه آدگی آنلاین بیزنس به درد نمیخوره. اینجوری نیست، باید برید تو مسیرش. پس یک، ایده‌های خوب جنریت بکنید. این آقای علی خانی خدایش جزء نوابق ایده پردازی تو این ایده جنریشن، اگر که توی مراحل اولیش گیر کردید، موسی عزیزم کمشه داره وقت میذاره واقعا صحبت بکنید و بتونید یه ایده‌ای رو واقعا بهش برسید، یک یا دو تا ایده رو و شروع بکنید. من یه نکته رو اینجا بگم خدمت دوستان، ببینید خیلی از ما خیلی اهل عملی، دوست داریم همش در حال انجام هی بکنیم، هی مثلا این کار رو داریم میکنیم، اون کار رو داریم میکنیم، همش در اکشنیم. خب و به نظرمون ایده چیز مهمی نیست، یعنی همیشه ایده پردازی و ایده داشتن رو دست کم میدیم. این آدم ها بیشترین لطمه رو میخورن تو کار، چون دارن خیلی زحمت میکشن، خیلی انرژی میذارن، ولی معمولا روی ایده های بد. اصلا آدم توی بازار وقتی نگاه میکنه اکثرا اینطوریه ها، یعنی اونایی که ایده های خیلی بد دارن خیلی سخت دارن کار میکنن. یعنی اگه اون ایده رو فقط یه خورده بهترش بکنه، یه خورده بفهمه چگونه میتونه با ایده بهتری تو بازار راحت تر اصلا به مخاطب دسترسی پیدا بکنه، اصلا یه دیده بشه، چون در این عالم، در این دنیای جدید عملا پول در آوردن شما به حجم توجهی هست که بهتون میشه. اگه به شما توجه نکنن شما پولی هم در نمیارید. و برای همین میگم که این ایده خوب وقتی با اجرای خوب همراه بشه تبدیل میشه به شاهکار. و وقتی ایده زیاد قوی نباشه، یه چیز تکراری باشه، مخصوصا مثل این کانستراکشن، رنوویشن، من اینو بسیار زیاد ببینم، توی همین رنوویشن و کانستراکشن انقدر خلاقیت میشه ایجاد کرد که خدا میده. ولی اکثرا به صورت خیلی ساده، معمولا هم این شکلیه، همه کاری میخوام بکنم. این ریکی نوال اصطلاحا خود این غربی ها میگن مثل آجری در دیوار نباشید. یه دیواره با هزاران آجر، تو کجایی، تو کی، منم یه آجر دیگه ای تو اون دیوار، منم یه شرکت رینوویشن دیگه، منم یه شرکت نمیدونم برق کاری دیگه، منم یکی دیگه نباشید. ما اتفاقا تو اون جلسه که اتفاقا هفته پیش داشتیم با یکی از دوستانی که حالا کار رنوویشن انجام میدادش، حالا دوستان بگم یعنی ما وقتی که اون شخص اومدن، زحمت کشیدن اومدن توی جلسه، باورش نمیشد لحظات اولیه که اومد، ما 7-8 تا بهش ایده جدید دادیم، خودش تعجب کرد که چقدر این همه ایده جدید وجود داره، نمیدونست کدوماشون رو انجام بده. تو همون کاری که همه دارن مثل هم میکنن. آره یعنی دقیقا. همه این همه شرکت های رینوویشن، اگه بیا بهشون بگی آقا فرق تو اصلا توضیح بده، اصلا فرقی نداره، همه همون لوازم. فرقش رو تو تبلیغاتشو میدونید چجوری میگم؟ میگم با بهترین کیفیت با ارزانترین قیمت. من اوج تبلیغشون اینه، فقط دارن همه اونو میگن دیگه، چون همه دارن اونو میگن. خلاصه ایده رو خیلی جدی بگیر. ایده واقعا مهمه. اگه ایده خوبی نداشته باشید، رفتن تو بیزنستون خیلی وقتا اصلا نمیارزه. اصلا هیچ کاری نکنید بهتره. واقعا یعنی به ارزش و زحمتش نمیارزه. دومش مارکت ریسرچه. مارکت ریسرچ هم ما خیلی وقتا دست کم میگیریم. آقا رقیبامون توی داستان چیان؟ کیان؟ اصلا اندازه‌شون چقدره؟ چند ساله دارن کار میکنن؟ چجوری دارن کار میکنن؟ اصلا ایده خوبم بدون این مارکت آنالیسز و کامپتیشن آنالیسز نمیشه. اصلا همیشه بله. همیشه از اونجا میاد که بدونی تو مارکت چه خبره دیگه. و این نکته‌ای هم که اتفاقا حالا موسی عزیز امروز هم چند بار در مورد صحبت کرد، تارگت آدینس تو کیه؟ من همونجوری که گفتم فناوران تارگت آدینسش بچه‌هایی بودن، دوستانی بودن که بک‌گراند فنی مهندسی داشتن.
میبینید همه این موضوعات قشنگ دونه دونه چیده شده، یعنی این پله ها باید چیده بشه تا به اون موفقیت برسید. اگر دقیقا تارگت آدینستون رو نشناسید و بگید آه همه ایرانی ها. بعضی هم هستن تازگی، من خیلی وقتا میبینم مثلا میگن که آه ما برای ایرانی ها بیزنس نساز، برای کانادایی ها بساز. یعنی یه چیز خیلی بزرگتر میگه خب برای کانادایی ها تو چقدر میشناسی؟ معمولا خیلی جواب درستی ازش نمیادش. آره. و یکی دیگه هم قسمت بعدی مشخص کردن اینکه آیا اصلا این امکان سنجیه که آیا اصلا این پروداکت شما، سرویسی که شما دارید، اصلا درخواستی هست واسش، اصلا اجرایی هست، این قابلیت اصلا عملی داره یا نداره، که خیلی وقتا این رو هم ما انجامش نمیدیم. مثال شما همیشه تو کلاس‌های مدیریت پروژه میکنم. یه دکتر رو یاد باشه، ما چند بار تو چندین جلسه گفتیم اکثر بیزنس های جدید فیل میکنن، شکست میخورن، چون اصلا نیازی براشون در بازار نیست. دقیقا. یه چیزی رو اومده تعریف کرده، یه کاری داره میکنه، اصلا نیاز خاصی به اون چیزی که داره ساخته داره میفروشه نیست. حالا توی شرکت سینوس موشن کریتیکال که کار میکردم یه مشتری داشتیم، مشتری خیلی قوی 3M بودیم. شرکت 3M هم که حالا شرکت بسیار قول چند بیلیون دلاریه. اینا داشتم با یه شرکتی به نام لینکلن الکتریک کار میکردن که مفتولهای جوشکاری درست میکردن. این شرکت لینکلن الکتریک برای اینکه یه حلالش رو بتونه ازش بازیابی بکنه، سریع طرف ایده به ذهنش رسیده بود که من این حلاله رو مثلا فلان جور جمعش بکنم و ببرم مثلا روی مثلا یک کاندنسش تاوری درست کرده بودن و بتونم بیارم اینو جمعش بکنم. آقا 750 هزار دلار خرج کرده بودم، من این عکسش رو تو مدیریت پروژه هم همیشه نشون بچه ها میدم. اگر 15 هزار دلار به شرکت ما داده بود اون اولش، این 750 هزار دلار ضرر نمیکرد. همه‌ش رو درست کرده بود، تمام لوله کشی و کاندنسش تاور رو، همه چیزا رو درست کرده بود. آخر سر اومد به ما گفت آقا این چرا نمیشه؟ ما گفتیم آقا چرا نمیشه، شما حساب کتابا رو کرد؟ آره آقا ما همه‌ش رو انجام دادیم. حالا بذار بس ما یه دور حساب کتابا بکنیم. باور نمیشه دو روز طول کشید کلا همه حساب کتاباشو کردیم. معلوم شد اگر بخواد این دقیقاً کار انجام بشه، باید دمای اون کاندنسش تاور منهای 260 درجه باشه، اونا تا منهای 16 درجه فقط میتونستن بیان پایین. اصلا یعنی نشدنی منهای 260 درجه خیلیه، اصلا با اون برق و اون میزان انرژی که باید بزن نمیازید. همین این هم دقیقا بحث وایبل بودن، اصلا امکان سنجی بکنید اصلا میشه یا نمیشه، چون بعضیا خیلی چیزای توهمی بزرگ دارن یه دفعه میرن توش و شک میشن. قسمت سومش بحث بیزنس پلنه، بحث شیرین بیزنس پلن که اینا دیگه در موردش هم صحبت کردیم. بیزنس مدلتون رو مشخص بکنید، همین که مثلا ای کامرس باشه، سابسکریپشن باشه، افیلیتد مارکتینگ باشه، همه این داستانش باید مشخص بکنید. مارکتینگ و سلز استراتژی رو چجوری میخواید مارکت بکنید، چجوری میخواید بفروشید، اینا باید قشنگ استراتژیش مشخص باشه. آقا من میخوام ببرمش جنسای دست دوم، میخوام بردارم بخرم و برم تو ای بی بفروشم، برم تو کیجیجی بفروشم، برم تو کرگلیست بفروشم، این باید مشخص باشه میخواد چیکار بکنید. فاینانشال پروجکشن تو چجوریه؟ آقا من میخوام یه جنسی رو 10 دلار بخرم، 10 دلارم لاجستیک داره، 20 دلار میفروشم، 50 دلار. بعد این عدد و رقم و حساب کتاباش انجام بشه و اپریشنال پلان. خب بعد از اینکه دیگه دقیقاً چجوری من میخوام مارجین سودم رو ببرم بالا و چجوری مسیر رو هی بخوام تکرار بکنم، که این قسمتی از بیزنس پلن. موسا هر نکته ای داشتی بگو، من یه ذره تونتون میرم که چون دیگه جلسه منم رو به پایانه باشه. قسمت چهارم و قدم چهارم بحث قضایای لیگالیتیه. آقا باید مطمئن بشیم که بحث قضایای لیگاله این داستان کاملا درسته. حالا بحث لیگالش قواعد بالادستی و این حرفا هست و قسمت خیلی مهمش که باید اینجا در حقیقت به عمالش بگیم اسمشه. اصلا اسم بذارید رو خود بیزنستون. اسم بیزنستون چیه؟ وبسایتش چیه؟ حتما وقتی که اسمشو میخواید بزنید، اولا
اسمشو باحال بزنید. بعضی من دیدم یه اسمای عجیب و غریب خیلی گنده و بزرگ میزن، حالا حتما لازم نیست دات کام هم باشه، دات سی ای هم خیلی تو کانادا میگیره، حتما لازم نیستش که مثلا دقیقا تمام اسمتون کامل توی چیز باشه. مثلا شرکت هایی که حالا من خودم مثلا زم خیلی علاقه دارم، مثلا شرکت کیسان، kaysan.ca، شرکت scan.ca، اینا خیلی راحتن و خیلی هم سریع تو ذهن مردم میمونه. به خاطر به این قسمتاش فکر بکنید که اصلا اسم بیزنستون چیه، قضای لیگالش هم در نظر بگیرید که با چیزی شبیه نباشه، شبیه تریدمارکی نباشه، تا بعدش هم دیگه به سمت لوگو، استایل اسمشو، بقیه قسمت های برندینگش برید. که به حال موسی جان اینجا سال من دارم درس دست میدم. قسمت بعدیش قسمت فاینانشاله. راجب اسم گرشته میگفتیم یه بحث خود حالا بحث برند نیمه و تریدمارک، این هم توجه کنم، چون اون اسم حالا یه اسم بیزنس اینجا وجود داره، یه اسم وجود داره که به عنوان برند نیم و تریدمارک استفاده میشه و باش آپریشن میکنه، بدونن که اینا با هم فرق میکنه اینجا. یعنی شما وقتی میگی شرکت رجیستر میکنی، اون لگال نیم شماست، ممکنه یکی اصلا با همون اسم به عنوان یه برند داره اپریت میکنه. و این چیز مهمیه که ما درک کنیم که اینجا اسم شرکت ملاک نیست، در واقع برند نیم تریدمارک شماست، اون اسمیه که به عنوان نشان تجاری ثبت کردیم و داری استفاده میکنی. بسیار. قسمت بعدی بحث فاینانشالتون که بانک اکاونت درست بکنید، سیستم اکاونتینگ و بوکیپینگتون رو درست را بندازید. این اگر پایش و ابتدا درست نذارید و همه اینجور چیزها رو، مخصوصا دست کم گرفتن این مواردی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، باعث میشه خیلی ضررهای بزرگی down the road بعدا اتفاق بیفته. سیستم فایننستون رو خیلی کلیر و شفاف بکنید، چقدر باید تکس بگیرید، سیستمش چجوری هستش. معمولا اینو با یه اکاونتنت حتما صحبت بکنید، خیلی میتونن تو این قسمت کمکتون بکنن. بعد از قسمت فایننس، قسمت در حقیقت این آنلاین پرزنستونه. چجوری میخواد تو فضای آنلاین خودتون رو دقیقا و محصولتون رو به نمایش بذارید؟ یکی از قسمتاش دومین نیمه. آقا مثلا فناوران.ca، من خیلی دوست داشتم فناوران.com رو بخرم، ولی خب فناوران.com در اساس نبود، ولی من دیدم چون تو کانادا هستم گفتم فناوران.ca کافیه واسه دومینتون. رو وقتی اسمو دارید انتخاب میکنید خیلی توجه بکنید که حتما دومینم بتونید بخرید، که دومینم میتونید تو گوگل دومین راحت سرچ بکنید، خیلی هم ایزی و راحت میتونید پیدا بکنید که ببینید اصلا دومینی که میخواد برای بیزنستون هستش پیدا میشه. و اینکه هاستینگتون چجوریه، وبسایتتون رو تو کدوم هاست بخواید بذارید. مثلا هاستینگ سایت گراند که تقریبا بهترین هاستینگ دنیا هستش و فناوران روش هستش، یه مشکلی داره، به ایران خدمات نمیده و همین علت تو ایران فیلتره. اصلا ما با ایران در داخل ایران کلا زیاد شناخته شده نیستیم، به این علت که اصلا از اون سمت فیلتره، حالا که ما البته تازگی هم داریم هاستینگمون رو عوض می‌کنیم. اینا همش خیلی مهمه که در نظر داشته باشید. و بحث وبسایتتونه، موبایل ریسپانسیوتونه تو موبایل ورژن، مثلا الان از روی بیزنس هایی که من الان دارم 75% کسانی که از خدمات فناوران و اکثر بیزنس های من استفاده میکنن، 75% دارن با موبایلشون استفاده میکنن. به همین علت دیزاین اون وبسایت مخصوصا توی حالت موبایل ورژن بسیار مهمه. و بخش بسیار مهم دیگه به نام SEO یا Search Engine Optimization، اینه که چجوری وبسایتم رو، کانتنت و تولید محتوا درست بکنم که منجر بشه که من توی گوگل راجع به اون محصول تو صفحات اولیه و تو رنگ‌های بالاتری بیام. اگر میزنم مثلا دوره آموزشی انرژی ادوایزری، فناوران بیاد بالا، شرکت X و Y نیادش بالا. این دیگه بحثی هستش که حالا اینا تخصصیه، که همون بحث اتنشن دوباره برمیگردیم دیگه. یعنی یادتون باشه که واسه داشتن یه بیزینس شما احتیاج دارین که اتنشن، توجه یک مخاطبی رو داشته باشید. همه این بحثاتی که دارین پهم میکنید میشه آفتاب لگن 7 است،
نهار و شام هیچی. اگر نتونید خودتون رو درست بازاریابی کنید، پریزنت کنید، دسترسی پیدا کنید به اون مخاطب. پس تو بیزنس آنلاین بیزنس رو از کجا ما شروع میکنیم؟ از اونجایی که اصلا چطور به مخاطب درست این بیزنس دسترسی میخوان پیدا کنید. دقیقا. قسمت بعدیش قدم هفتم که 10 تا قدم هم هستش که دیگه قدم های آخر هستش، همجور که میبینید این که پروداکتتون رو لیست بکنید، آوتلاینشون رو بنویسید. من بسیاری از دوستان، حالا موسی جان که دیگه تجربه بسیار بیشتری داره، من با خیلی دوستان که صحبت میکنم بهشون میگم خب محصولتون چیه، دقیقا نمیتونم به من بگم محصول چیه. یا کسی که خود صاحب بیزنس حاضر نشدید بشینه 10 خط 20 خط 50 خط بنویسه که آقا اصلا محصولی که من دارم تولید میکنم چیه، چون هیچ کس بهتر از خود شما که نمیدونه که میخواد چیکار بکنه. این رو باید بنویسید. حالا من توی اون روزای ابتدایی که این شرکت جینیوس کمپو میخواستم بسازم، یادم میاد موسی منو مجبور کرد که در مورد جینیوس کمپ خودم بشم بنویسم. وقتی خودم نوشتم متوجه شدم که میخوام چیکار بکنم و این خیلی چیز خوبی بود و سخت بود و من باید با یه انگلیسی که حالا نمیدونستم آیا این کانادایی مورد پسندشون هست بنویسم ننویسم. به تو توصیه میکنم الان که مثلا چت جی پی تی هم اومده، هر چی دلتو خواست بنویسی، توضیحات هر چقدر که دوستت با هر نوع زبون و لنگویجی که بلد هستید بنویسی، بدیدش به چت جی پی تی، براتون درستش میکنه، قشنگ انگلیسیشو درست میکنه، یه متن خیلی خوبی بهتون میده در مورد کاری که میخواد بکنید، بتونید کانسایز و پریسایز بدید، قشنگ واضح و مشخص بتونید به بقیه بگید. مثلا اگر الان من اون کارو نکرده بودم، این جملاتو مثلا نمیتونستم بهتون بگم. اگر یکی به من بگه مثلا شرکت جینیوس کمپ چی کار میکنه، بهش میگم مبانی مهندسی رو به زبون ساده به بچه‌ها یاد میده. نگاه، همین کلمات رو پشت سر هم چیدن کلی طول میکشه تا تو ذهنتون بچینه بشینه که واقعا دارید چی کار میکنید، این بیزنس شما چیست. مثلا میگه رنوویشن، خب رنوویشن که دیگه مثلا میدونی وقتی کسی اینجوری صحبت کنه یعنی بیزنس خودتون رو دست کم نگه. من بازم میگم برای خودتون پرستیج شرکتتون تمام تلاشتون بکنید، تمام این کارها رو دونه دونه انجام بدید. سخته ها نتیجه میده ولی آخرش بردون. حتما تمام تلاشتون تو این قسمت بکنید. و قسمت بعدی قسمت لاجستیکه. آه بالاخره من اگه میخوام برم یه چیزی رو بفروشم، آیا استوریج احتیاج دارم؟ بحث شیپینگش چجوریه؟ اگر چین میخوام بیارم بحث تکسش چجوریه؟ کجا بهم تحویل میدن؟ چی کار باید بکنم؟ و این بحثا رو هم حتما مد نظر داشته باشید. موسی جان صحبتی تو اینجا؟ نه. اوکی. قدم هشتم بحث مارکتینگ و سلز استراتژی. پس من اسم برندم رو درست کردم، محصول رو درست کردم، قشنگ میدونم میخوام چی کار بکنم، تارگت آدینس هم میشناسم، محصولاتم رو قشنگ در موردشون کانتنت و محتوا تولید کردم، وبسایتم رو راه انداختم، همه چیز درسته. الان باید چیکار بکنم؟ من یه وبسایتی دارم مثلا تزیین گل میکنم و میخوام بیام این گل رو به مردم بفروشم. حالا وقت چیه؟ وقت اینه که حالا مارکتینگ و سرز بکنم. این که بهترین آنلاین مارکتینگ چنل چیست؟ همجور که دیدید بسیاری چنل های مختلفی وجود داره که شما میتونید روش تبلیغ بکنید. معمولا گرونترینشون گوگل و گوگل به یه سود پولتون میتونه هوا، یعنی دود بشه بره هوا. اگر با کیفیت درست و با زیرساخت درست وبسایتتون درست باشه و اون تبلیغات دو گوگل رو ببرید، حتما most effective ترینشون هم گوگل، چون اولین کاری که یه نفر میکنه که تو گوگل سرچ بکنه. این خیلی جواب میده، حتما در نظر بگیرید. حالا مثلا ما توی فناوران به این نقطه رسیدیم که بیشترین حوزه تبلیغاتیمون رو اینستاگرام و فیسبوک ببریم. اینم با سعی و خطایی که انجام دادیم یواش یواش متوجهشون شدیم. خیلی روی اینفلوئنسرها، بازیگران بزرگ دور و اطرافتون دقت بکنید. مثلا ممکنه شما یه شرکتی داشته باشید که نگاه بکنید اگه که من این شرکتم رو جوری بتونم مثلا با فناوران مثلا افیلیتش بکنم، بتونم تبلیغات بهتری بگیرم. اگه بتونم مثلا با فلان شرکت بتونم باشی همکاری بکنم بهتر. مثلا من نگاه میکنم میبینم یه باشگاه ورزشی همه شون توش بیزنس بنا هستن،
مگه اون باشگاه ورزشی بتونم برم بهش یه سری تبلیغاتی میدم و مثلا محصولاتی که بتونم برای اون بیزنس منها و بیزنس پرسن ها در حقیقت هستش محصولاتمو در حقیقت تبلیغ بکنم. پس نگاه بکنید بعضی از بیزنس ها الان آردی زمینه کاری رو تشکیل دادن، شما میتونید با یه هوش و خلاقیت بیزنستون رو راحت تو اون پلتفرم ها تبلیغ بکنید. قسمت بعدی، قسمت نهم، اینه که حالا لانچش بکنید. پس نگاه بکنید تمام این مسیر تا اینجا اومدی هیچی لانچ نشده تا حالا، الان وقت لانچ کردن و در حقیقت موشک و فرستادن هواست. بحث چیه؟ دیگه حالا بحث اینه که وبسایتتون رو تست بکنید، دیگه شروع بکنید تبلیغات رو انجام بدید، اناونس بکنید، به همه بگید آقا اگه ایمیل لیستی دارید به همه بگید آقا ما داریم دیگه این کارامون رو شروع میکنیم. تو سوشال مدیا شروع کنید تبلیغات بکنید، ایونت برگزار بکنید. خیلی وقتا دیدید مثلا ایونت هایی برگزار میشه برای تبلیغ یه دونه بیزنس، و مدام این چرخه پلان دو چک اکت باید که کانتینیوس ایمپروومنت یه دونه بیزنس هستش باید اتفاق بیفته. مدام پلان بکنید، انجامش بدید، چکش بکنید، مشکلاتش رو در بیارید و بر اساس اون اکت بکنید، و این پلان باید مدام 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 اتفاق بیفته تا یواش یواش سازمانتون جا بیفته. اولاش خیلی اشتباهاتی میکنید، خطاهایی میکنید، ولی یواش یواش به سمت مثبت. قدم نهایی اسکیل، این که حالا به این قضیه فکر بکنید که چجوری پروداکت های بیشتری بیارید، تارگتتون رو بتونید بزرگتر بکنید و بتونید بیزنستون رو افزایش بدید و بزرگتر بکنید و اکسپندش بکنید ایشالله. این هم که کل این خیلی آسون بود دیگه، اصلا این کاری نداشت دیگه، همه این کارا که گفتیم که دیگه خیلی حرفی توی چهارتا نقاشی آسونه، ولی توی چیز تو عملش واقعا سخت و تیم میخواد و واقعا پشتکار میخواد، واقعا توی این قسمتش پشتکار زیادی میخواد که ایشالله داشته باشید و انرژی رو بذارید و به جا. ولی موسی هنوزم میگم قدم یک اصلا سخت‌تر، این که اصلا بخوای بیای این، مثلا خیلی هم مثلا تو حرف میزن کلی ایده و این حرفو دارن، ولی چه خودشون رو باور ندارن و این خیلی درد خیلی بزرگه. یعنی طرف ایده زیاد داره و میگه خود چرا رو چرا خودت سرمایه گذاری نمی‌کنی؟ بعد مثلا میگم که خب تو که خودت سرمایه گذاری نمی‌کنی چجوری انتظار داری کسی که رو خودت سرمایه اینم خیلی چیزه. نمیدونم این بحث ایده پردازی واقعا اون ایده خوب رو به دست آوردن سخت. بسیار خوب آقا، پس این جلسه رو من با اجازهتون استاپش میکنم. حالا بعضی دوستان دستشون بردن بالا، ما دیگه تو اون جلسه در حقیقت هم یوتیوب رو من قطع بکنم و هم ریکورد اینجا. بسیار خوب.